قلبا سپاس از اینکه با ما هستین. واقعا من نمیفهم چه قسم بگویم. یک روز بسیار خوب بود. سراپا احساسات، تشویق، حمایت، خوشی. خداوند همیشه هم تو همه ما و شما را خوش داشته باشه. یک زندگی آرام داشته باشیم. عباس جان در پالی ما است. ما نمره که عباس جان گرفته بود شاید ذکرم کرده باشم در جریان گزارش، اما باز هم میخوایم بگویم عباس جان که شیرخان خیل تخلص میکنه، ولد محمد غنی است با گرفتن 357.4759 امو فیصدی نمره است که نمره را که عباس جان اخذ کرده و در رشته هم که کامیاب شده دیگه. خب بدون شک میفهمین تبست همی بگویم دیگه یکان رشته که همگی دوست داره که در رشته کامیاب شد. به هر صورت قصای زیاد امروی عباس دارم. ببینین که عباس از کجا شروع کرد، بالاخره چطور رفت به طرف امتحان کنکور و چگونه کامیاب شد. عباس جان اول خواهی یک چیز را بگویم که بسیار یک تیپ آرام داری. بله یک تیپ بسیار آرام. بله در خانه دیگه بیادرهای تعمیر رقم است؟ نه من یک متفاوت هست. خود متفاوت هست. خوش شکر راستی هم که متفاوت هستی. خود دوم نمره شدی؟ بله. یک ذره خوش بار. نه خوش هستیم ولی خب سر تشکر. اینجا یک چیز دیگر هم باید بگویم که استادای عباس جان در این سمت هم از تنی طرف هم امرایشان صحبت خواد کردیم. برادر خورد عباس جان هم اینجا هست. در اینجا ششته بچه کاکایش هم هست. استاد دیگه عباس جان هم اینجا هست. باشتو که همین احساس برادر خوردش رو پرسان بکنم. نام چی هست؟ جابر. جابر جان از عباس جان که در خورد است؟ بله. خودت چی احساس داری؟ احساس بسیار خوشی دارم، چرا که بیاداری من در امتحان کنکور به نتیجه خوب به تیپ کامیاب شده و دوم نمره عمومی افغانستان است. بسیار احساس خوشی میکنم. یک چیز خرچه کو یک تحفه مفید اگر باز غم شد حتما چون بچه های با اخلاق یا مثل برادرش باره کمک آرام است. خب عباس جان ایره برمه بگو که اولین بارت بود که در امتحان کنکور اشتراک کرده بودی؟ بله بار اولم بود که در کنکور اشتراک کردیم. بار اولت بود که اشتراک کردی. رشته‌ای را که انتخاب کرده بودی انتخاب اولت بود، چند انتخاب کردی؟ بله 5 انتخاب کردیم و مو وقتی که سوالا را حل کردیم از اولم انتخاب مکمل 5 انتخاب جور کرده بودیم و بعد از اینکه سوالا را حل کردیم هم مطمئن بودیم که انشالله در طب کابل کامیاب بشیم، ولی برای احتیاط 4 انتخاب دیگر هم پر کردیم. انتخاب دومیم طب ننگرهار بود و سوم طب قندار بود، چهارم شیخ زاید خوست بود و پنجم باز هرات میتو یک امتحانی زه. خدای پجات که میگن. بله. یعنی 5 انتخاب داشتی؟ بله. هر 5 شطب انتخاب کردی؟ هر 5 شطب مال جویان. دیگه رشته هم میشد که مثلا اگر طب انتخاب نمی کردی دوم سیم یک چیز دیگه انتخاب می؟ نه طب خوش داشتم و طب از اول تعیین کرده بودیم، بعد از یک انتخاب دوم هیچ نداشتیم، همون طب مالجوی. طب مالجوی. چه قسم درس خواندی عباس؟ بگو برای نمی کسایی که قرار از به سال امتحان بتن تصمیم دارن از مکتب فارغ شدن، برای زمونا بگو چه رقم درس خواندی؟ بله درس شروع کردیم به از اول در صنف 12 که رسیدیم آمادگی کنکور شروع کردیم در کورس کاج و یک تیم بسیار منظم بود و همچنان از طرف فامیل زیاد تشویق می شدیم، حمایت خوب حمایت می کرد و تشویق فامیل و اینا سبب شد که مثال آمادگی را مکمل بخوانیم، درسای خود را تکمیل کنیم و برای دیگران پیام داریم که شروع اول شروعش یک ذره سخت است و همچنان آدم بی انگیزه می باشه، ولی بعد که نزدیک کنکور می شه آدم باز تلاش بیشتر کار است و آدم می تونه به نتیجه خوب برسه. عباس جان در مکتب از صنف اول تا 12 چندم نمره بودی؟ از صنف اول تا صنف ششم در نمرات دوم و سوم بودم و
صنف ششم اول نمره گیره گرفتم باز بعد از اون تا صنف دوازده مکمل اول نمره بشکر. وقتی اینقدر مثلا عالی بوده در دوره مکتب نتیجه خوبم در کنکور گرفت، تعداد فامیل چقدر است عباس جان؟ فامیل 12 نفر هستیم، پدر و مادر است و 4 تا برادر هستیم و 6 تا خواهر داریم. بسیار عالی. از برادرایت مکتب میخوانن، پوهنتون میخوانن، فارغ شدن، چه رقم؟ خودم برادر کلان هستم و برادرای دیگه مکتب میخوانه، دو تاش مکتب است و سومی خورده است. نورا هم گفتیم مثل خودت وارد درس بخورن یعنی؟ کوشش میکنن و ما اول نمره هستن در صنف خود. در کل یک فامیل روشن فکر هستین، پدر چی کار میکنه؟ پدرم خو تحصیلش دینی است و مولوی است و ما باز مکتب خواندیم و پدرم زیاد اصل سببش زیادترش هم تشویق پدرم بود و حمایت پدرم بود. خداوند هیچ پدر و مادرم کم نکنه اثر فامیلش. پدرها محکمترین آغوش دارن، بدون شک به خاطر اولاد همیشه سپر شدن، زحمت کشیدن، هر قدر بگویم کم است. چند چیز دیگر هم من یادداشت کرده بودم که پرسان بکنم از عباس جان، اورم بر ما گفت، اما یگانه کسی که خودت حمایت کرده شاید پدر باشه. بله، پدر زیاد حمایت میکرد، در کل فامیل زیاد تشویق و حمایت میکرد، ولی پدرم از همه کرده بیشتر. تشکر. اصل ولایت تان از کجاست؟ اصل از ولایت پکتیکا هستیم و مکتب در تا صنف در در غزنی خواندیم، باز در صنف 11 در کابل در لیسه عالی غازی شامل شدیم. خیر، ببینیم دو نمره از اول نمره فرق کردی. بله. چی شده که دو نمره را نتونستی بگیری؟ خب سوال خودم که غلط کرده بودم، یعنی مطمئن بودم که او غلط است، یک سوال بود دیگه. یک سوال بوده دیگه؟ اما یک سوال بوده دیگه، شاید ضریب سوال فرق کرده که اول نمره هم شاید مکمل نکرده باشه از خاطر که 360 نگرفته. شاید ضریب سوال فرق بوده. صحیح، بخیر باشی. در امتحان کنکور باز اینمی الجبر اینمی ریاضیاتش کس بسیار باز سخت است. من اون رو چطور حل کردی وزالا؟ نه، در ریاضیات و در دیگه بخشاش مشکل نخوردم، آسان سپری شد، ولی یک بخش بیولوژیکی بود، یک سوال اشتباه شد. او هم لحظه امتحان مطمئن بودم غلط نمیشد، ولی یک دفعه ای از آدم رفت. خیر باشه، بسیار زیاد تشکر. انشالله چیز از پیش من نمانده باشه. انتخابایش هم گفت و از فامیل فعلا درس میخوانه، بیادرش کسی دیگه اشتراک نکرده. بازم به عباس جان مبارک. وقت ما کم است،